سلام، شب روزتون بخیر. ویدیوکست بی اس ها میبینید. اولین باره که شب ضبط میکنیم و شبه، آره نمیدونم مشخص یا نه تو تصویر، ولی شبه و خیلی هم میاد به کارمون، چون در مورد خواب میخوایم صحبت کنیم. من خیلی خوابم میاد الان. آره خوابتون میدونم که خوب باشه. من خوابم اصلا خوب نیست. جدی؟ منم خوب نیست خوابم. من که بعد میخوابم، من 2 ساعت طول میکشه تا خوابم ببره تو خسته ترین حالت وارد وقت. امروز من 1 ساعت تا 2 ساعت یه جلسه ای داشتم که خوابیدی. نه که اتفاقا خیلی غیر مرتبط با این برنامه، بحث این داستان شد که از هر 5 نفر 3 نفر تو ایران مشکل خواب دارن. خیلی آمار وحشتناکی. خیلی بعد یه چیزی من میدونم راجع به خواب، که خواب کیفیت های خاصی داره. یعنی بعد فکر کنم 4-5 ساعت، یه پیک نیم ساعت یه ساعت هست که اون پیک کوالیتی خیلی خوبه خوابه. هم اوج خواب ها همیشه اون موقع اتفاق میفته و هر چیزی که در واقع بحث خواب. حالا جالبه که من راحت میخوابم، سخت بیدار میشم، یعنی نمیتونم بیدار شم. اونه که همه مشکل دارن، ولی خیلی راحت میخوابم. خواب صبح خیلی چیز لذته. اما اینا که شیشه صبح با بچه های روباتیک چجوری میتونن شیشه صبح با انگیزه چشا اینجوری؟ من اینا را اصلا هیچ موقع درک نمیکنم. من که اصلا 5 پا میشه میره باشگاه. خب اون کسایی که هر چقدر توضیح میدم ببین 5 اصلا خوب نیست باشگاه بری. یعنی بعد از اصلا اجداد ما هم همیشه اون تایم میخوابیدن، استراحت میکردن. جد من جیم میرفت. اینجا صبح جد من تیاریکس کار میکرد. نه خواهد بر چه اساسی اینو میگید؟ علمیه؟ آره دیگه، همیشه باشه اون موقع میخوابیده صبح ها. یکی از چیزی که یه قلتایی که به برنامه مبارده چیه تو هر موضوعی ما انقدر تخصصی. آره خیلی داریم تخصصی. آره حرف زن. یه انتقادی شده بود داشتی به میگفتی. چی بود؟ یه چیزی به من گفتی تو کلام هم میاین. نه 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 یه چیز اخیره یکی فوشمون. آره یکی اومده بود گفته بود که چرا من احسان گفته که به جای یه کلمه اغراق از کلمه تحریف استفاده کرده. شما دو تا آدم بی سوادید که برای مردم بی شعور برنامه میسازید. خب یعنی هم به ما تو این کرد، هم به مردم. و به نظرم درجه به خودشون کرد، چون نقدی که کرد که اشتباه بود، چون تحریف یعنی عوض کردن واقعیت و من میخواستم جوری جلوه بدم. چی بود اصلا موضوع؟ تو گفتی من اومدم تو اتاقت و گفتی که سرما خوردی. گفتم آره، بعد سرفه کردم تو صورتت. خب گفتم نه، تحریف نکن، من چنین کاری نکردم. یعنی من اقرار نیست، نمیخواستم اقراق رو به کار ببرم. اصلا کلمه اقراق یا اقراق؟ اقراق یعنی یه چیزی بزرگش بوده. من نمیخواستم اینو بگم، خب بالکل از ریشه انکار کنم. تحریف درسته دیگه. تحریف درسته. حالا کاری ندارم اصلا نوع بیان کی بود؟ چی گفت در جواب؟ شما یه خودتی، شما دو تا آدم بی سواد هستی. شما موقع نیکان نبود، شما دو تا، چون گفتی تحریف نگفتی اقراق، شما دو تا آدم بی سواد هستین که برای مردم بی شعور برنامه میسازین. نه خودش اشتباه کرده، با اینکه با من نبودی ولی خودت دیدی. ببین چرا قد عصبانی هستی؟ اول اینکه نقدی که میکنی که نقد اشتباهیه، یعنی کلمه‌ای که ما به کار بردیم که درست بوده اصلا اشتباه. چرا قد عصبانی هستی؟ چرا قد زدیمه؟ چرا قد کینه داری از ما که اینجوری حرف میزنی؟ مشکلت چیه دقیقاً؟ اینو من بدونم خیلی خوبه. اصلا کلا علت این عصبانیت ها حالا چیش به خواب رب داشت؟ نمیدونم چی شد. اما حالا تو این موضوعی که گفتید، چیو گفتی همه این داستان عصبانیت مردم که توی کامنت ها خیلی وقتا نمایان میشه، این یه چیزی خیلی دنباله داریه که از تمام مشکلات اجتماعی این داستان ها میاد. خیلی هم طبیعه. ضمن این که شما که کار رسانه ای میکنی میدونی که این داستان خیلی طبیعیه. بله بله. آره به این داستان هم نباید شما خیلی حساسیت نشون بدی. آره. ولی به عنوان یه خواب میخوای برگردیم، ولی خوابش خوب نیست اون آدم هست. من فکر میکنم که خوب نمیخواد. نمیدونم. ولی این نکته ای که گفتی، گفتی الان از هر 5 نفر تو ایران 3 نفر خوابشون خوب نیست، اون نشون دهنده فشار عصبی و دغدغه و اینا هم هست که در قالب همین فحش و این داستان ها، تصادف ها و درگیری های بعد تصادف ها و این داستان ها، حافظه استانه تمرکز پایین. بله اینا یادگیری پایین. بعد من خودم قلبم درد میگیره. نه و واقعا یکی از بحث هاست دارم تو تمام دانشگاه ها، شما 2 روز بعد از امتحان یا 1 روز بعد از امتحان همون سوال از همونا بپرس، همون سوال که اصلا اومده.
نمیتونن خیلی چون جواب با استرس بدن. یاد گرفتن چون اولا با استرس یاد گرفتن غیر کاربردی یاد میگیرن، مشکل خواب قطعا توشون هست، همه شب امتحانی استرس مزخرف مزری دارن که خوابشون ازشون مشکلات بعدی ایجاد میشه با نخوابیدن. بعد حالا اینو بیایم توی یه سنین پایین‌تر دانشگاه رو گفتیم، کنکور، افرادی که تو سال کنکور هستن چقدر استرس. بعد آخرش هم هزار تا ضرر و آسیب مغزی فکری میخوره، چیزی هم یاد نمیگیره، فردای کنکورم اگر همون سوالا رو جواب بده 10 تا تست رو اشتباه میزنه. آقا اصلا میان به تو میگن که چیکار کن که دور بزنی تستو و بتونی جوابشو بدی. خب این چه چیزی به علم اون آدم اضافه کرده؟ خیلی با این کنکور چه معیاریه؟ حالا در مورد خوابیدن، خوابم میبینین؟ خواب من خیلی میبینم. آیا به روح اعتقاد داری؟ نه بذار قبل از اینکه در مورد اینکه این اختلال خوابو صحبت کنی که من علتاشو نمیدونم دقیقا جز به جز بخوام بگم که حالا چه راهکارهایی هم هست، مثلا این گوسفند شمردن اینا واقعا جواب میده؟ واقعا جواب نمیده، خیلی شمردم گاف شد دو سه تا گوسفند دیگه. یعنی چه نقه گوسفند بشمری تا بخوابی؟ نه نفس خیلی جواب میده، تکنیک تنفس خیلی یه چیز خیلی جهانیه این که میگن گوسفند بشمار بخوابی. جدی نه به این مشکل نخورده بودم. اصلا نشنیدی تا حالا گوسفندش ستاره بشمار؟ نه گوسفند خیلی معروفه همه جا دنیا. آره گوسفند میگن گوسفند بشمار. چه جاله؟ حالا بعضی هستن واقعا همون لحظه که سرشون میذارن رو بالش میخوابن و نشانه هم دارن، خورپوف میکنن، یعنی سر رو میذارن رو بالش. آره ولی من خب مثلا 5 دقیقه طول میکشه، مثلا شما سخت نیست برام؟ یه سری از عادت ها هست، چون من واقعا پیگیر این ماجرا بودم، پیش دکتر و اینا هم رفتم که یعنی کسایی که حالا صرفا واسه این کار نرفتم ولی مشورت که گرفتم این بوده که مثلا نیم ساعت قبل از خواب واقعا هیچ شبکه اجتماعی رو نرید، چون شبکه‌های اجتماعی بی نهایت فکری رو برای شما باز میکنه که شما شاید فکر نکنی اون لحظه، ولی ناخودآگاهت درگیره، فکر از سر شما میگذره. اون زمان زیاد. تمامی که زمانی که شما فکراتون رو خالی بکنید. حالا چند درصد از شما مال شبکه‌های اجتماعی؟ خیلی. من خودم خیلی تست کردم. شبی که نه نیم ساعت قبل خوابو. من میگم بعد مثلا قبل از اینکه بری تو رخت خواب این یارو به من اینو میگه. میگه نیم ساعت 40 دقیقه قبل اینکه خوابت بگیره مسواک بزن. موقعی که مسواک میزنی میای بیرون دیگه اینستاگرام تو چک نکن. ذهنیت آماده است برای خواب. ذهنیت آماده است. دیگه اینستاگرام تو چک نکن. بازی اوکیه بکنی. اخبار نخون. کارهای فردات رو مثلا فکر کن، به کارهای فردات فکر کن. و یه چیز دیگه هم تو بیدار شدنه، شما وقتی که شب بخوابی، مگه به کارهای فردام فکر کنم اصلا خوابم نمیبره؟ خود نمیبره؟ نه. به سلوشن کارهای فردات فکر، این که صبح پاشدی اول نه اولین این یه کارآفرین خیلی برتری هم بود، ایلن ماسک نبود اسمش، یادم رفت که کی بود، فکر میکنم صاحب لینکدینه که گفتش که آقا من چیکار میکنم شبام به مشکلم فکر میکنم، کاملا به یک مشکلی انتخاب میکنم، شبا فقط به اون فکر میکنم و سعی میکنم با فکرم مشکل بخوابم، صبح که پا میشم عموما سلوشن های بهتری میاد سراغم. من اینو تا حالا امتحان نکردم، اما چیزی که امتحان کردم اون اولین فکریه که شما بیدار میشی میاد سراغت. یعنی اگه اولین فکر بریم سراغ گوشیمون، خب چون گوشی رو باید بری چک بکنی دوباره میری توی یه چیزی دیرتر از تخت خواب میای بیرون. آره این من اصلا بگو من صبح میخوام پاشم برم مثلا به گلدونم باید آب بدم، یه همچین تسکی وقتی چشت باز میکنی تو ذهنت مطرح باشه، هم بقیه روز خیلی با اراده تری. همین که راحت الزامن جواب. آره این چیزا رو من اثر نمیذاره که پاشم، فقط در صورتی میتونم اکسپریمنتال در واقع تجربی و آره اما مثلا حالا قبل از اینکه شبکه اجتماعی هم باشه، مثلا شنیدی دیگه میگن شب سرما آروم مثلا راحت رو بالش میذارم. آره راحت رو بالش میذارم تو مثلا سری خوابم میبره، اینا اصطلاح بوده دیگه. یعنی اینکه اگر نگرانی و دغدغه و استرس چیزی رو نداشته باشم سری خوابم میبره و تمام اینا از استرس میاد. حالا شبکه‌های اجتماعی ممکنه یه حواس پرتی باشه، یه دو تا پوش تو مغزت باز کنه که همینجوری در حال سرچ باشه و نظر تو بخوابی، اما خیلیش برمیگرده به استرس، خیلیش برمیگرده مثلا تو اگه فردا اجاره خونه داشته باشی قطعا خوابت نمیبره. حالا شبکه اجتماعی هم از 5 ساعت قبلش بذار کنار. آره نه اصلا الزامی نیست، ولی خب روش‌هایی که به من کمک کرد، یعنی من شبی که واقعا خیلی خسته بودم یا صبحش کار داشتم، فکر گلدونته کردی؟ آره یا فکر گلدونمو کردم یا این طرف، یا قبلا هم بهترین تجربه که من تو این حوزه خواب و اینا داشتم همون کار هیپنوتیزم و این چیزایی بود که انجام میدادم و به همه هم پیشنهاد میکنم که اگر میتونم مدیتیشن یا قبل از خواب یا هیپنوتیزم بکنم،
تو هیپنوتیزم من به خودم میگفتم 7 تا 33 دقیقه از خواب میشم. فالگیری هم میکنی؟ فالگیری مدیوم هم باید بیاد. چون ایکس لارژ هم بدیدی میدیوم. نه من صبح فقط یه چیز میتونه سریع از رخت خواب بلندم کنم، اونم اینه که دستشویی داشته باشم. من آخه من بعضی از وقتا اونم بیدارم نمیکنه. یعنی مثانم شروع میکنه به فوش دادن. کلیم پس به خاطر این من دنبال علت مراجعهش به پزشک بودم. این هم شبت نگو دیگه از نرولوژ با تمام این تفاصی به خواب بابای فوش نیست، یک توصیه هست. ولی خواب میبینین؟ چقدر خواب میبینی؟ ما آدم نیستی. بعضی واقعا شما فقط میبینی آقای من. بعضی واقعا خواب من یه غریب آدم برهی مثلا میشه زیاد خواب میبینم، برهی واقعا یادم نمیاد خوابی دیده باشم. یه چیزی راجع به خواب هست. حالا خواب که همه میبینن، یعنی اینکه ما خواب میبینیم چه خوابی میبینیم مهمه. اینکه یه چه خوابی میبینی مهمه. دوم اینکه آدم تو خواب همیشه آنه. یعنی آن یعنی لحظه است. خب تو خواب هیچ موقع آدم به گذشته یا به قبل فکر نمی‌کنه، فقط اون چیزه و واسه همین قدرت تصمیم گیری خیلی نداره. هرچی تو لحظه برش اتفاق میفته تو خواب داری تجربه می‌کنی، استرسی که تو لحظه خوابت برات ایجاد می‌کنه یا هر چیز. یه چیزی هست به نام لوسید دریمینگ که برعکس هیپنوتیزم میشه. شما با یه تکنیکی 20 شب تمرین می‌کنی، شب 15 ام 20 ام دیگه کم کم تجربهش می‌کنی. قبل از اینکه بخوابی یه سری تمرینای فکری و تنفسی انجام میدی، با اختیار میخوابی، یعنی میری تو خواب و دنیای خواب دست خودته. خیلی چیز عجیبیه، من یه بار تجربهش کردم. میگن باید بتونی دستتو تو خواب نگاه کنی، نه بعد کنترل خوابت میاد دستت. اگه تو خواب داری میبینی، آگاه بشی که داری خواب میبینی و به دستت نگاه کنی، دیگه کنترل خواب میاد دستت. و بعد شما میتونی دو بار زندگی کنی، چون آدم یه تایم زیادی از زندگیش رو خوابه و خیلی اتفاقای آدمی که تجربهشو خیلی بیشتر از من داشتن خیلی تعریفای عجیب غریبی میگه. آگه بتونیم تدوینامونو بذاریم تو خواب خیلی جلو میافت، خیلی خوب میشه. چیز اتفاقات عجیب و غریب و تجربه های خاص دارین در رابطه با خواب؟ من دارم میتونم خاص، یعنی من دو تا یا سه تا تجربه خیلی خاص تو خواب دارم. یکی این که مسموم شده بودم، بعد اتوبان صدر رو داشتم میساختم. تو داشتی میساختی؟ نه داشتم میساختم، من که نه، تو خواب من خوابیده بودم. من تو خوابیده بودم توی آژانسی. آخره کلماتش نوناش میم چنیده میشه. آره. داشتن میساختن اتوبان صدر رو. الان واقعا میاد میگه که تحریف. خب منم توی یه آژانس بودم، از خروجی کامرانی وارد صدر شدم و خوابیدم. آژانس بودی؟ تو آژانس بودم. اون اسنپ نبود. ها تو ماشین، تو ماشین تاکسی بودم. گفتم آژانس؟ آژانس میگفتن دیگه. آژانس میگفتن دیگه. الان میگن اسنپ تاکسی. تاکسی ما به آژانس هم میگفتن. می ولی تو آژانس اون جاییه که میری آره، ماشینو اون میگیری اون دیگه. آره دیگه. حالا چون الان اسنپ اینا اومد، قدیم ادبیاتمون اینطوری بود که آژانس بگیر، تاکسی رو بغل خیابون میگرفتیم. پایینش خورده. خلاص. حالا ما افتادیم، مسمومیت هم داشتیم و پشتم خوابیده بودم. یه آقای 60 70 ساله بنده خدا هم راننده بود و منم پشت ایشون خوابیده بودم. من خوابیدم، خواب خوبی هم داشتم می‌دیدم، چون آرام بخش خورده بودم که مثلا خوابم گرفته بود خیلی و اینا، چون هم سرماخوردگی داشتم، فکر کنم شربت سینه بود که خواب آلودم کرده بود. بنده خدا افتاد تو دست اندازا، من یهو ملتهب شدم و مسمومم که بودم، یهو اومدم جلو و دیدم که تگری بالا نسبت به اله شکوفه زدم رو سر راننده. مثل من که نبود، مو داشت. خدا یارداش اینطوری میگه آقا نکن بگه داشت شوخی بود دعوه گره خوابه. با من نمیدونستم دیگه، سوپرا تو عمل انجام شده قرار گرفته بودم. یارو یه فرمون دو فرمون زد بغل، اومد بغل و که اول فکر میکرد چیزی خوردم که دارم این کار رو انجام میدم، مشروبات الکلی چیزی مصرف کردم که اینطوری. جوون ما خودمون میخوریم، اندازت بخور فلان کن، رو سر ما بالا نیار. گفتم آقا ببر، من واقعا از خواهی میکنم، من مسمومم دو اون موقع دیگه من فکر کنم از اینجا تا تجریش مثلا 8 تومن 10 تومن بیشتر نبود، من 50 تومن 8 پول داشتم بهر دادم، هرچی هم از خواهی و اینا بود. خب من چند سال پیش یه برنامه داشتم درست میکردم، بعد یه هم حالت گفتگو محور بود اینا، یه قسمتیش اینجوری شد، داستانه تگری شما شد. بعد خیلی یاد فوش دادن که داشتیم مثلا غذا میخوردیم و برنامه‌تون رو نگاه میکردیم. حالا بچه‌ها که این برنامه رو میخوان پخش کنن، لطفا قبلش
یه تذکری بدید که اگر غذا میخوری غذا میخوری نیتی که خب آقا اگه غذا میخوری من میخوام تغییری بدم سر راننده آژانس به سود پدر تجربه تجربه آره میتونید الان پاس کنید یا بیاید بیرون بعد از اینکه غذا خوردید در اصل این یکی از تجربه های عجیب من بود یه دیگه شده اون که به اشتراک گذاشت دو تا دیگه هم دارم نه قربونت تگری تو من یه تجربه عجیبی دارم من از بچگیم چیزی که یادمه چون خب کودکی یه جوریه که ممکنه تو یه سری توهمات داشته باشی و تو ذهنت مونده باشه فکر کنی واقعیت داره اما خیلی برام ملموسه تقریبا بارها این اتفاق میافتاد که من هر شب خواب یه خواب مشترک میدیدم خواب میدیدم که توی پشت بوم خونه پدر بزرگم من پایین دریاست بالا داره یه هلیکوپتر رد میشه اینا همه مشترک میپره چندین بار اینو هم میدیدم بارها دیدم تپ میکنی میبینی نه نه من تپ میکنم یه خوابی همش میبینم دوره یه میزم نه بچه بودم اینو میدیدم میپریدم پایین و به این دریا که نزدیک میشدم به جایی که دریا یهو پشت بوم خونه خودمون رو میدیدم بعد از سقف وارد میشدم و طبق همون روالی چون ما 5 تا هم بچه بودیم به همون ترتیبی که این 5 تا بچه کنار هم خوابیدن به قول خراسانی خیاری خوابیدن همه رو میدیدم خودم هم میدیدم و وقتی به نزدیک میشدم وقتی به جسمم نزدیک میشدم بیدار میشدم و بارها این اتفاق افتاد یعنی انگار که برای من تجربه لمس روحه یعنی روح و من خود از روح خود جسم خودم رو دیدم احساس میکنم اسم علمی شه که بررسی میکنم ولی من این چیزی هستش که تو ذهنم برام خیلی ملموسه یه دوتا تکنیکیه که اول با نفس فکراتو خالی میکنی حالا هرکی هر جور که هست تو یه تکنیکا داره بعدش نیازهای بدن وقتی میخوای فکراتو خالی کنی فکرت مقاومت میکنه یعنی دورترین اتفاقی که با یه آدمی که یک بار در 5 سال اخیر دیدینش یهو میاد تو ذهنت چون فکره داره مقاومت میکنه تو داره تسکای اصلی رو قطع میزنی اون از ته داره میکشه بیرون ببخشید اسخای میکنم اگه غذا میخورید خب این خوابایی که تکرار میشه همین داستانی که گفتی این خیلی چیز عجیب غریبیه انگار ببین کلن مدلی که مغز کار میکنه انگار اینجوریه که یه سری پوشه هست مثل فولدر کامپیوتره که تو هر کدوم کلی اطلاعات هست بله. و ما در طول روز یه سری پوشه ها رو میذاریم توی سر جاش توی کش رو میذاریم درش رو میبندیم یه سری پوشه ها فکر میکنیم گذاشتیم تو در صورتی که هنوز بازه و این فکرهای ناتمام ماهه که تو خواب خیلیاش برمیگرده یا حتی یه فکر ناتمامی که شما 5 سال پیش داشتی پوشش رو نذاشتی توی کشو برای همین این یا همین جو برای خودش شروع میکنه تو زمانی که بدنت ریلکس مغزت فعالیت چندانی نداره تمام این پوشه هایی که نذاشتی سر جاش اینا دوباره مغز مرور میکنه و میخواد خود مغز اینا رو حل بکنه خود مغز میخواد اینا رو تمومش بکنه و چه اتفاقی میفته چون کانشس نیستی چون حواست نیست چون هوشیار نیستی خوابی مغز ممکنه به یه روند خیلی احمقانه اینا رو بررسی بکنه یعنی مثلا تو چه میدونم یه چیزی که تو حالت عادی اصلا خیلی محاله ممکنه توی خواب مثلا میبینی داری پرواز میکنی مثلا یه چیزای مثلا از یه جایی میخوای برسی یه جای دیگه سری تریدش یه پرواز کنی یکی مثلا خوابیدی رو دستت نمیتونی تکون بدی تو خیابو دعوات شده حالا میخوای وش بزنی نمیتونی یعنی من یه اتفاق خیلی پیش میاد من میخوام هر داد بزنم نمیتونم خب مثلا داد بالش تو حلقت یعنی علتاش واقعا مسخره است یعنی شما شده بعد تو خیابو دعوام شده بود و یکی تو خواب هر چی می‌خواستم بزنم نتونستم دیگه داشتی بعد اون مشت زد تو چشم من از خواب پریدم دیدم اون دسته که هنوز می‌خواد باشه زره زیرم اینجوریه خب علتای اینجوری داره یعنی این چیزای افکار ناقصه توی ذهن ما که همینجور برای خودش شروع می‌کنه داستان حالا این پرواز روح و اینا تمام از زیر مجموعه همینن که هر کدوم واقعا دلایل علمی داره که چرا تو اونجا میری همین که مغز رو میخوای ببندی بدنم چون تجربه بعدی اتوفود اکسپریانس بعد از مغز باید بدنت رو خارج بکنی مثلا حالا چیزش اینه که میگی من با هر نفس بدنم سبک و سبک و سبکتر میشه به اون مغزت که تمام فکر نداره هی این رو میگی بعد شروع میکنی به نفس کشیدن این بدن واقعا سبک میشه و جالبش اینه که اون موقع بدنت هم مقاومت میکنه یعنی نوک پات میخاره نوک دماغت میخاره و بعد انقدر اینا رو ایگنور مثلا تمرین کردن اینها همینه که بتونی این خاریدن دماغ رو انقدر ایگنور کنی که حتی سوخت و اذیت شد تو تکون نخوری و واقعا ایگنورش کنی و یهو قطع میشه یعنی چی
وقتی که این کارو می‌خوایم بکنی ذهن رو می‌بندی، همون قدری که فکرای قدیمی و بی‌ربط برات یهو میاد بالا. بچه میون کلامت ما صدا رو تایم داریم. وقتی که اوتاف بادی اکسپریانس هم می‌خوای بکنی، این نفس می‌کشی میگی من با نفسم برای مثال بدنم سبک و سبک و سبک‌تر میشه. حالا تلقینیه که من خودم استفاده می‌کردم یا هر چیز. نوک پا شروع می‌کنه خاریدن. دیدی وقتی می‌خوای یه جا ثابت وایسی و بدنت احساس می‌کنی نباید تکون بخوری، بدنت شروع می‌کنه خاریدن. اینم هم همونه. نوک پا می‌خاره، نوک دم، نوک گوش می‌خاره. مثلا این جای شونت یه خارشی اتفاق میفته و اینا رو نخارونی به سوزش میرسه، چون این هی داره پالس میده که نه به من توجه کن، به من توجه کن، تا جایی که زوب واقعا دیگه میره و شما اونجاست که دیگه آماده میشی برای اینکه بتونی اوت اف بادی اکسپریانس رو انجام بدی، چون ما هیچ چیزی از دنیای خارج از خودمون جز حواس پنجگانمون تجربه نمیکنیم و اون حس ششمی که ازش صحبت میشه که سینما عملا میگه حس ششم فهمیدن از آینده است، نه صرفا فهمیدن خارج از حواس پنجگانه که ابزارهای تجربه گره با از محیطه. من اینطوری کلا دنیای عجیبی خوابیدن، فیلم اینسرشن رو فیلم بله شما هم دیدین که توی خواب طرف میرفتن و مثلا ازش یه چیزی رو میپرسیدن که برن گاف صندوقشو خالی کنن یا یه کاری فیلم ترنس هم ببینن اگر کسی که دوست داره. دنی بول ساخته فکر کنم سال 2016 و هنرمندهای هالیوودی توش بازی میکنه، اما فیلم مال فرانسه است. فوق العاده فیلم قشنگیه، راجع به همین اتفاقهایی که توی خواب و کانشسنس آدم میتونه بیفته، راجع به یک سرقت اثر هنریه. علمم رو به پیشرفت، من فکر می‌کنم بالاخره یه روزی خواهد اومد که ما اینها رو به صورت ویدئو ببینیم، یعنی خوابی که دیدیم رو فرداش بتونیم به صورت ویدئو پلی کنیم. سریال بلک میرور رو اگر دیده باشین، چیزایی ازش دیده، چند دقیقاً اپیزود 2 همینه که هر آدم یه چیپست اینجاست. آره. و به هر اسکرینی که میرسه میگه ببین مثلا من میرسم اینجا گفتم هر چیزی جامعه من دیروز احسان اینجوری مثلا این کارو کرد، اثبات ویدئوشو پخش می‌کنه، مثلا یه چیز جالب تو خیابون می‌بینم میگم ببین اینها اینجوری. شما هم تجربیاتتون بنویسین، اگه تجربه خاص دارین خصوصا حتما بنویسین برامون. این خیلی مقوله پیچیده یه خوابات، کاش یه قسمت دیگه اضافه کنی، چون من اصلا یه سری حرفای چون یه چیزایی من خیلی چیزا بحث دلم می‌خواست آره. وقت نمیشه واقعا، بعد من و تو هم خیلی با هم این صحبت ها رو داریم. آره بعد الان داشتم این چیزو میگفتم که خوابای طولانی مدت که همش یه داستان و سناریو میبینی، چون اینا برام اتفاق افتاده. منم دارم و آره خیلی چیز عجیبیه، یعنی تحقیق کنم میبینم اینو، یا حتی مثلا یه خوابی که میبینی بعد تو خواب بعدی ادامه‌شو میبینی. مثلا اینا خیلی مبازه، یا اینکه یه اتفاقی رو میبینید که بعد برات پیش میفته، مثلا نه واقعا پیش میفته، آره دژا و فکر میکنه واقعا پیش میفته. آره رویای صادقه میدونی، من مثلا یه پیش میاد بچه تو رو خدا، اون داستانی که میگه تو بچگیت مثلا اتفاق افتاد، من 5 سال یه خواب که چه ارزم کابوس میدیدم که یه سری اشکال هندسی مثلا بازیه بود که اینجوری میومد پایین، چیزا رو هم خونا چیده میدن، آره یه همچین تصویرهایی با سرعت رد میشدن، خیلی اصلا یه چیز با صداهای وحشتناک که یه بار من تو مترو صدا ریل که رو هم دیگه سایید، مثلا من این خوابا رو تو 6 7 سالگی میدیدم، مثلا چند سال پیش من تو مترو ریل که صدا آهن رو آهن اومد، یهو تصویر اون خواب اومد تو ذهنم، یعنی یه پدیده بسیار عجیب غریب و علمیه. میدونم وقتمون هم کمه، احسان جان اونجوری نگاه نکن. نه محدودیت فنی. بابت این قسمتی که معذرت میخوام، نه بابت این قسمتی که علیش میگه واقعا این رویای صادقه، من خیلی روی این تجربه دارم، نه خیلی روی این تجربه، خیلی روی این برام بولد شده، چون من هم یه خوابی دیدم که 2 شب یک شب کاملا تو ذهنم بود و تقریبا 1-2 شب بعدش تا حدودی برام اتفاق افتاد و این خیلی برام عجیب بود. رویای صادقی، یعنی رویای صادقه اتفاق افتاد و من یه مقدار رفتم شروع کردم خوندن. خب ما وقتی میایم راجع به همچین چیزی صحبت میکنیم، نمیتونیم بیایم با ادبیات مثلا زیست شناسی که داره صحبت میشه، اینا وارد یک سری دنیاهای روانشناسی یا حتی متافیزیکی میشه اینجور ماجراها، باید در قالب اون ادبیات صحبت بکنیم و حالا شاید بعضی فکر کنن خرافه است، اصلا قبول نداشته باشن یا هر چیز دیگه. اما چیزی که هست مثلا دژاوو، این که یه چیزی رو میبینین احساس میکنین قبلا 3 بار دیگه دیدین، من چون یه ذره راجع به این تحقیق کردم، این همیشه 3 تا فریمه، یعنی یه دونش برای شما بولتره و یه دونه 2 تا دیگه هم بعدش حتما تو اون بازه زمانی کوچیک براتون اتفاق افتاده، ولی شما تحت تاثیر هیجانی اون اولیه بودین، دومیش هم کچ میکنین، سومی اکثرا میپره. 3 تا فریم هستش و رویای صادق هم که براتون اتفاق میفته به اصطلاح اون لحظه هم شما میتونید که فکرها و تحلیل‌های راجع به خودتون بکنین، که اون تحلیل‌ها و راجع به خودتون می‌کنین عموماً
به اون صادقه ربط داره و به واقعیت میپیونده. این چیزی بود که من پس از تحقیق که برام این اتفاق افتاد و خواستم ببینم چی اصلا این سال پیش راجع به این ماجرا چی میگفتم. خب قطعا اگه برای من افتاده 400 سال پیش برای یکی هم افتاده. اگر کتابشو تا الان نسوزونده باشن یا اصلا یاروش به شعورش رسیده باشه کتابش بکنه یا سینه به سینه بچرخه، یه داکیومنتی هست و هست، کسایی که دنبال اینجور ماجراها هستن راجع به اینجور مثلا رویاهای صادقه اینها تو همه ادیان، تو همه مذهب‌ها، تو همه فرهنگا راجبش صحبت شده و فوق العاده مقوله پیچیده، گنگ و عجیبیه. سه دقیقمون تمام نشد؟ چرا شد؟ عدم تعبیر خوابم نتونستیم حرف بزنیم. اونم خودش من میام خواب و یه اپیزود دیگه بریم. یه اپیزود دیگه بخوابیم. صحبت بکنیم. تجربیاتتون رو بگی شما هم، کامنت بذارید، سابسکرایب و لایک و زنگوله رو بزنید و اینا. خیلی مخلصیم. راحت بخوابید. کیفیت خواب میگم خیلی جالب نیست. من خودم کیفیت خوابم خیلی خوب نیست. راحت زود خوابم میبره ولی کیفیتش خوب با استرس بیدار میشم. 5 دقیقه خوب بخوابی همه خستگیت میره. خیلی حال میده. آره تو 8 ساعت خواب فکر کنم از 6 ساعت و نیم 5 ساعت و نیم تا 6 ساعت و نیم اون کیفیت با کوالیتی ترین قسمت خواب اونجا اون تایم اتفاق میفته. یعنی شما اگر 10 بخوابین بهترین 10 یا 11 10 و 11 بخوابین بهترین تایمش 5 5 و نیم شما بهترین کوالیتی خواب رو دارید. بریم بخوابیم. بریم بخوابیم. مرسی. ممنون. مخلصی هستم.